نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. خب یه خبر خوش امروز به دستمون رسید و اینکه آقای حمید نوری بعد از 5 سال حبس در سلول انفرادی از سوئد در سوئد آزاد شد. خب من میخوام در این برنامه یه گفتگوی کوتاهی اینجا دارم یا پیشگفتار کوتاه و بعد میخوام تیکه ای از برنامه امیر آرشام رو براتون بگذارم و اون برنامه اینه. میخوام بگم که انقدر قشنگ این دشمنا رو اینجا حسابشون میرسه، من بهتر از اون نمیتونستم انجام بدم. سوزش ها از آزادی حمید نوری. این برنامه رو بعد از این گفتار خودم براتون پخش میکنم. شاید دیده باشین، ولی در هر صورت من اون تیکش که در رابطه با آقای حمید نوری هست براتون میگذارم. ببینین یه نکته رو میخوام اینجا عنوان کنم. اتفاقای خیلی خوبی در همین یک هفته گذشته افتاد و خیلی عجیبه. آقای حمید نوری آزاد شد از زندانهای سوئد و حمله پلیس فرانسه به مقر منافقین در پاریس، اینا رو بازداشتشون کردن و تمام اسناد و مدارکی هم که داشتن پلیس همه اینا رو ضبط کرده. هواپیمای اوکراینی، در رابطه با هواپیمای اوکراینی دادگاه کانادا اونا رأی دادن که تقصیر شرکت هواپیمایی بوده و خلبان تخطی کرده از یک قواعدی. در هر صورت میخوام بگم یه چیزایی خیلی عجیب و غریبی داره اتفاق میفته در رابطه با این حمید آزادی. آقای حمید نوری، این شیرین عبادی اومده بود زر زده بود، من رفتم یه مقداری اینجا توی نشریه نگاه کنم ببینم چه خبره و اینم اومده بود در واقع ابراز نارضایتی کرده بود. خب میدونین که این شیرین عبادی، این کوتوله سیاسی، کوتوله آنوسی، مطمئن باشین اینا به کسی جایزه صلح نوبل نمیدن مگر اینکه آنوسی باشه، اکثریتشون اینطوریه. خب در اصل من انتظار ندارم که اینها خوشحال باشن، اینا حالشون خیلی بد شدهش و از همه بدتر همین کوتوله سیاسی که آدم واقعا میدون میمونه که اینا کی هستن چی هستن. ولی در هر صورت من برنامه رو هم پست کردم هفته گذشته که مریم رجوی مرده، به درک واصل شده. خب یک ارتباطی بین تمام این اتفاقایی که داره به نفع ایران میفته، به نفع ایران میشه هستش، اون رو براتون یه برنامه جداگانه میسازم و میام جلوی دوربین. الان دنبال تحقیقات هستم، ولی بدون این که یه چیزایی دیگه ای تو این موضوع هست. حالا در رابطه با آزادی آقای حمید نوری گفته میشه که دو تا جاسوس رو ایران آزاد کرده. یکی از این جاسوس ها که اسمش یوهان برادلوس یا همچی چیزی اگه درست یادم باشه، ولی در صورت من رفتم یه تحقیق کوتاهی کردم. نامش که یوهان یه نام عبریه. خب در صورت اگر که جمهوری اسلامی اومد گفت که این جاسوس بوده و با دوتا جاسوس این آقای حمید نوری رو این تعویض کردن، خب من فکر میکنم اصلا فراسوی این داستان هست. چه بسا این فقط یه پوششی هست که میگن دوتا جاسوس رو دادیم و آقای حمید نوری رو آزاد کردیم. من فکر میکنم فراسوی ایناست، فکر میکنم که یه جریان سرامیستریه. حتما به این موضوع میپردازم در یه برنامه دیگه، ولی در اینجا از شما دعوت میکنم که برنامه امیر آرشام رو ببینین. در ادامه صحبتهای من کوتاه ولی خیلی جالب تحلیل میکنه و در واقع ما تحت این مزدوران و ایران ستیزان و اینایی که بخش مهمیشون هم آنوسیا هستن، اینا رو بعد جوری سوزش میده که من دلم خنک شد. خب میگم دم امیر آرشام گرم و امیدوارم که مسئله نداشته باشه که من بخشی از برنامهشو اینجا ازش استفاده و سوء استفاده میکنم. در همینجا هم براش سلام میرسونم و در واقع برنامه های اون جالب هستن و من خودم گاهی گداری برنامه هاشو میبینم. دمش گرم. در صورت دعوت میکنم این برنامه رو ببینیم. یادتون باشه به اشتراک گذاشتن و پسند رو فشار دادن و همچنین نظرتون رو بنویسین. خب منتظر اون برنامه باشین که پشت پرده این در واقع آزادی آقای حمید نوری چی بودش.
آیا قدرت ایرانه؟ آیا یه چیزای دیگه ای هستش؟ به همه اینا میپردازم. خب با عشق برای عاشقان ایران برنامه رو ببینین. سلام علیکم، خیلی مخلصم. سریع بریم سراغ برنامه، با یه خبر خوب شروع کنیم. اول یه ویدیو ببینیم بچه ها، داشته باشید این ویدیو رو یا کنید چیکار دارم میکنم. کوچل دارم میرخصن. کجاست اینجا؟ استکهلم سوئد. مال کیه؟ تقریبا 2 سال پیش، تیر ماه 1401. کیان اینا که اینجوری دارن میرخصن؟ اعضای گروهک تروریستیه، منافقینن. بعد از صادر شدن حکم حبس ابد مجید نوری اونجا دارن بزنه برقص میکنن. اینم ایرج مصداقیه، قیافش اونجا داشته باشید. چه شکلیه، چه خوشحاله، گفت خرپ و سیل دادی. آره این قیافه رو حالا بریم ما هم دیگه ببینیم امروز چه شکلیه. چی گفته؟ گفته قضیه حمید نوری ثابت کرد میان عدالت و سیاست هیچ گونه همخوانی و همراهی وجود ندارد. قیافه امروزش داشته باشید. لایحه‌ای بود که برقص یا جان لای لای لای. چه نمیرقصی؟ چرا خوشحال نیستی؟ دولت به مجلس برده بود. لایحه‌ای بود که دولت آشغال سوئد به مجلس کثافتش برده. این از این یکی رو داشته باشی. علی حسین قاضی زاده مزدور خبرنگار اینترنشنال اون موقع چی نوشته؟ نوشته در روزگاری که دولت‌های غربی پی در پی در حال معامله با حکومت استبدادن، قطعی شدن حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد که معادل 21 سال زندان است جای بسی خوشحالی دارد. اون موقع خیلی خوشحال بوده. خاک بر سرت. دولت سوئد هم که با همون معامله کرد، پی در پی در حال معامله با حکومت استبدادن هم که اومد معامله انجام داد. چطوری؟ چه خبر؟ نیا کنی؟ 4 تاشو براتون آوردم از خوشحالی های اون موقعش. این هم انگاه بخر یه تیتاب دادی. از پاسیل یه مقدار خوشحالیش کمتره. خری که پاسیل میگیره خوشحالتر از خریه که بهش تیتاب داد. این از این. بعدی آخوندی؟ امروز همون موقع چی نوشته؟ علیرضا آخوندیه نماینده پارلمان سوئد هست. سوئدیه، گفت من ایرانی نیستم. 120 هزار یورو زده بود بر بدن. امروز دادگاه حکم حبس ابده، حکم حبس ابد برای حمید نوری در پرونده جنایات سنگین او علیه قوانین بین المللی را تایید کرد. از این تصمیم بسیار خوشحالم و این موضوع نشان می‌دهد که سوئد به عدالت پایبند است. الان دیگه سوئد به عدالت پایبند نیست و اینم خیلی ناراحته. اومد جلوی دوربین برگشت گفت سوئد گذاشت الان این کارو کرد بعد انتخابات که بهش اعتراض نشه کرد، برای همین این کار انجام. اینه یه چیز سومایه اون دوتا خر قبلی در همون حد خوشحال بوده. چطوری؟ چه قبل؟ این شما و این هم حمید نوری کجاست؟ ولی من حمید نوری هستم. من ایرانم. ایرانه؟ من تهرانم. تهرانه؟ من پیش خانوادم هستم. عید سعید قربان، عید سعید قدیر، روز عرفه. من تهران هستم. منافقین دل خوش کرده بودید. شما کجایید؟ من کجام؟ ای کسانی که گفتید که خدا هم دیگه نمیتونه حمید نوری رو آزاد کنه، دیدید که خدا منو آزاد کرد. میگفتن این همین حرفا رو. کاوه اون سوی چطوری؟ داغونه داغونه واکنش دیدم. دپرسه. این یه تصویر براتون آوردم، تقریبا شناخته شده های اپوزیسیون داغونه داغونن دوستان. اعضای عمومی تقریبا اعلام کرده توی شبکش اینترنشنال همه قیافه اینجور. آقای فلانی، حمید نوری چرا آزاد شد؟ بله متاسفانه دولت سوئد حمید نوری رو معامله. رضا پهلوی، ببین کی آتیش گرفتن. حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، کیوان عباسی، سیما صابه،
دوست پسرش تجزیه طلبش سامان رسولپور، خیلی ها اووردم اینجا، شیرین عبادی اصل کاری گروه که تروریستیه منافقین، خبر خوبی بود که امروز منتشر شد. اینجوری اولین خبر اومد بیرون از آقای غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران، نوشت خرسندم به اطلاع ملت ایران برسانم آقای حمید نوری که از سال 98 در سوئد در بازداشت غیرقانونی به سر می برد آزاد و تا ساعتی دیگر به کشور باز خواهد گشت. این موقعیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، به خصوص برادرم شهید دکتر امیر عبداللهیان می باشد. این اومد بیرون، اوه چی شده، داستان چیه؟ یهو خود مجید نوری هم توییت زد و نوشت، یه آیه از سوره مائده رو گذاشت و نوشت در آستانه اعیاد قربان و قدیر بعد از 1600 روز اسارت، مجاهدت های مسئولین مقتدر و غیور ما نتیجه داد و پدرم حمید نوری در آستانه ورود به ایران است. شهید امیر عبداللهیان عزیز و شهید رئیسی عزیز، جایتان خالی است. آقا واقعا من خوشحال شدم، واقعا مردم همه خوشحال شدن، همه ذوق کردن، همه حسابی کیف کردن. عکس این دوتا هم انداخته بود زیر، گفته بود مجید نوری که نه پدر بود امیر عبداللهیان، گرفته بودن هم از زندان اومدن بیرون، به هم زنگ زد حالمو پرسید چطوری، چقدر پیگیره کارهای آزاد شدنه. پدرم بود، روحشون شاد، جاشون خالی واقعا، راهشون هم انشالله که ادامه داره و ادامه خواهد داشت. خبر بعدی خیلی